سلام دوستای عزیزم، چطورید؟ امیدوارم حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. خب بچه ها، امروز من نمیخوام ریاکشن بگیرم. من گفتم چون انگلستان الان اگر تو اخبار دیدی یا خبر دیدی الان قرنطین شده دیگه، لاکداون شده، بیرون نمیشه رفت، همه جا بسته است. و من گفتم خب من میخوام چند تا فکر بهتون بدم چه کاری میتونی انجام بدی تو این وقت آزاد، this free time. من یک کاری میکنم که وقتی نمیدونم، وقتی من نشستم، something that I like to just do when I'm just relaxing, when I'm chilling. من اگه دیدی تو ویدیو my old videos، من گفتم من واقعا عاشق انیمه هستم و میخوام 5 تا انیمه نشونتون بدم. این 5 تا انیمه نمیتونم بگم این بهترین انیمه و نمیتونم بگم که این these are my favorite because they're not. ولی اگر شماها تا حالا هیچ انیمه ندیدی and even if حتی اگر انیمه دیدی، این 5 تا اگه یکی ازش رو ندیدی، من I advise you go watch them because they're great. برید خودتون آماده کنید. این 5 تا انیمه خیلی کوچیکن. They're not long anime with thousands of episodes. و تو این انیمه هم همه چی هست. Artwork عالی. داستانشون عالی. Even the music, it's amazing. So let me list you some of my favorites. خب اول ما داریم یه انیمه اسمش Erased. Erased تو فارسی میشه پاک شدن. این فقط 12 قسمت و هر قسمت فقط 20 دقیقه. 20 دقیقه. یه چیزی، قسمت تو انگلیسی میشه episodes و بعضی وقتا مثل نمیدونم یه گیم آف ثرونز 13 قسمت میشه یه سیزن. تو چند تا سیزن داره؟ فکر کنم گیم آف ثرونز 8 یا 7 سیزن داره و هر سیزن 12 قسمت، 12 اپیزود. این انیمه واقعا آرت ورکش it's amazing. The art is really well done and it's not old. قدیمی نیست و خیلی جدید نیست. میخوام یکم راجع به داستانش صحبت کنم ولی نمیخوام spoilers بهتون بدم. این انیمه sometimes it gives you a lot of energy. Sometimes the story is so interesting. حتی بعضی وقتا ناراحت کننده است. It makes you feel sad because some parts of the story, it's sad. یه پسر هست اسمش ساتورو. این ساتورو یه زندگی معمولی تو یابان زندگی میکنه. خودش یه he's an artist for anime. ولی یه توانه عجیب غریب داره. This strange ability, این توانه عجیب غریب، اگر جلوی این پسر ساتورو یه چیزی کشته شده یا یه حادث، یه اکسیدنت شده، برمیگرده عقب و باید خودش متوقف باشه، متوقف کنن. ببخشید. خواهش کنم. نه اسمتون بردید. ببخشید. نه خواهش کنم. سای ادب چون نکردی مزد قایی بود. فرمود اسمتون چی هست؟ ببخشید. 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 ولی ساتورو نمیدونه چی شده، کی شده و کجا شده. حتما نزدیکه ولی باید بفهمه کجا شده. مدرسان شری چی شده؟ مدرسان شری کی شده؟ مدرسان شری و باید متوقف کنه. مچیگای نای またあれだ。どこだ。どこかに違和感が。خب
دیگه نمیخوام سپویلر زیاد بهتون بگم، ولی آخر قسمت اول میبینیم که ساتورو بچگیش، اون خودش الان تقریبا 27 سالشه، ولی میفهمی که تو وقت بچه بود تو مدرسه یه دختر یا چند تا دختر کشت، they were murdered، همون قاتل پلیس پیداش نکرده و برمیگرده عقب و داستانش میبینی خودش باید همون قاتل پیدا کنه و آره نانکه هره تن نه نان ده کوره تبکرو ده مساکا It has kind of twists and turns and is really great. It's so amazing. خیلی کیوته بعضی وقتا، خندیداره و بعضی وقتا ناراحت کننده است. هر موقع اینو شما دیدی همیشه شادی خورمه. صد سالم اون میکنه. دوم، خب بچه ها، این یکی از معروف ترین انیمه تو دنیا هست. حتما من فکر کنم اسمشو شنیدی. اسمش Death Note و من واقعا قصد دارم بری ببینیش چون واقعا فوق‌العاده است. داریم کنو بوکو گا اینوچ دا کاری هزگا نای بوکو نی کتی نی هیتو او سباک کنلی گا ارنو کا خب یکم از داستانش بهتون بگم. یه پسر اسمش لایت و خودش یه نباقه است چیه؟ چالم. چی؟ چالم چریب؟ He's a genius. خب فقط 20 سالشه، هنوز تو مدرسه یه های سکوله و میخواد بره تو دانشگاه، همون سن 21 اینجوری. یه روز نشست تو کلاس و میبینه یه کتاب از آسمون from the sky افتاد. میره بیرون و چیز همون کتابو میگیره و نوشته روش Death Note. خب مثل نمیخوام خیلی spoilers بهتون بگم، ولی کم توضیح بدم. این Death Note اگر شما یه کسی اسمشو بلدی و صورتشو بلدی میتونی بنویسی تو این کتاب. You want this person, you just write his name. اگر اسمشو نوشتی تو این کتاب میمیره و میتونی بنویسی چجوری باید بمیره و اینجوری و میشه. استاد باقری هستم، میام هموجاتی که تیکت میکنم و تو قسمت اول میبینی این کتاب از یه جن، مثل یه جن، it's like a demon. yeah? خودش این کتاب مال اون جن. اون جن خب باید فکر کنی که جن نیست و... اون جن خب باید فکر کنی که جن نیست و... این شبی که میگم شب نیست، این شبی مثل اون شب نیست، این شب مثل این شب نیست، این شبی مثل این شب نیست. چون این یک کارتونه دیگه، شبیه جن اینه. این یه چیزی من خریدم برای داداشم واسه تولدش، خیلی باحاله. ولی خب تو قسمت اول میفهمی که همون پسر که کتابشو پیدا کرد خودش میخواد عدالت رو تو دنیا برقرار کنه. So he wants to create peace in the world,
میخواد همه قاتل تو دنیا بکشه. He wants to kill them. و میخواد دنیا که it will be peaceful. He wants to make the world peaceful. But, you know, این فکر خیلی اصلا درست نیست. چون اگر این مثل یه دیکتاتور دیگه، ما نباید انتخاب کنیم کی باید بمیره، کی باید زندگی کنه. شهر به هم گریدم. من شهر به هم گریدم. نه میتونه، نه نیروی زمین میتونه جلو ما بگیره، نه رئیس جمهور میتونه جلو ما بگیره، نه. سوم، ما داریم این جدیده. سال پیش اومده، سیزن اول، و هنوز فقط نمیدونم چند قسمته، ولی زیاد نیست. داره سیزن دوم، سیزن تو داره میاد، فکر کنم سه هفته دیگه. این داستانش واقعا بعضی وقتا ناراحت کننده است، ولی خیلی خیلی هم جالبه. خب داستانش، یه خونه هست، این یاتیم خانه، و توش نمیدونم چند تا، ولی بگیم که 30 تا یاتیم هست. Yeah, there's about 30 orphans. یاتیم تو انگلیسی میشه orphans. و یه مامان هست. خب همون یاتیم دارن زندگیشون زندگی میکنه و خیلی خوشحالن، همه چی راحت تو این خونه، ولی نمیتونن بیرون برن. باید بمونن تو این خونه و یه گاردن، یه مثل یه باغ بزرگ دارن. از این 30 تا یاتیم، 3 تا کاراکتر اصلی داریم، 2 تا پسر و یه دختر. خب یه روز تو این یاتیم خانه یه دونه از بچه انتخاب کردن که برن یه خونه. They would be adopted. Adopted فارسی نوشتم. آها، به فرزند زندگی قبول شدن. خب so they were adopted. ولی این بچه the child, she forgot her teddy bear in the house. دو تا از این کاراکتر اصلی تدی بیر شو گرفت و and they started running chasing her to give it to her. و میرسن یه وان، همون وانه که بچه میگیرن که ببرمش خونه، و میبینن که اون بچه پشت وان and she's dead. So و یه صدا اومد، صدا میاد و میرن زیر وان، میبینن اون مامان داره به یه کسی صحبت میکنن. همون کسی it's a monster. It's not a person, it's a monster. و دارن صحبت میکنن و دارن میگن آها، این بچه به نظر من خیلی خوشمزه میشه. まあそうだな、やっぱり人間の肉が一番だ。はい。فکر میکنی خب این یه یاتیم خانه هست یا یه مزرعه. It's very strange و ایده‌اش خیلی هم جالبه. Yeah, so this is kind of like a little bit of the story, but I won't give you too many spoilers. این چیزها فقط تو قسمت اول شد. سپویلر زیاد بهتون ندارم. بچه ها، اگر شما ها عاشق آهنگ کلاسیکال like classical music like piano مثل بیتهوون یا باخ یا شوپن یا راخمینوف، واقعا قصد دارم برو این انیمه ببینی. اسمشو
Your Lie in April. میشه تو فارسی دروغ شما تو ماه آوریل. April. واقعا یکی خب آرت ورکش عالیه، واقعا فوق العاده است. بهتر از آرت ورکش ساوند ترک، the music, it's so beautiful. یکم از داستانش بهتون بگم. یه پسر هست اسمش آریما. آریما از بچگیش مامانش استادش بود. His mom taught him how to play the piano. و اون یکی از بهترین پیانو پلیرز تو دنیا هست. تو بچگی فقط فکر کنم 6 سالشه. And he's one of the best piano players in the world. ولی میفهمی که چیز مامانش مریضه، یه مریضی داره مثل سرطان، فکر کنم سرطانه، مطمئن نیستم، یادم نیست. ولی و مامانش با خوشانت درست گفتم، با خوشانت بهش یاد میده. So she teaches him in very strict way and sometimes not good. و میبینی مامانش متاسفانه میمیره. And he's still playing piano in the concerts. ولی یه بیماری داره به اسم PTSD. خب و الان وقتی پیانو میزنه نوتشو he cannot hear them. You know, هر وقت میخواد پیانو بزنه صداشو نمیشنوه. صدا نوت نمیشنوه. و خیلی هم سخته براش، چون مهمترین چیزی تو دنیاش، تو زندگیش، پیانو زدن. داستانش خب یه مثل تو همه انیمه عاشق میشه با یه دختر، همون دختر که ویولین میزنه. و این دختر میگه بهش خب بیا تو باید دوباره پیانو بزنی چون چند سال نزد، چون اصلا صداشو نمیشنوه. گفت نه حتما باید با من تو یه کنسرت پیانو بزنی، من وایولین با هم، یه دیویت. چون عاشق شد میزنه و دوباره داستانش داره چیز بهتر میشه. He's beginning to play better. And this is like the story. نمیتونم خیلی توضیح بدم چون واقعا spoilers، خیلی آسونه واسه من که spoilers بدم، نمیخوام. ولی واقعا این انیمه فوق العاده است. من مامان این انیمه، من بهش گفتم حتما باید ببینی ماما. آخرشو واقعا دیدم که داره گریه میکنه. My mom was crying by the end of this. حتی خواهرم این انیمه دید و گریه کرد. She was crying. داشتن گریه میکنم چون واقعا داستانش زیباست. واقعا it's so beautiful. The story is it's so beautiful. خب آخرین پیشنهاد. واقعا خب من میتونم بگم این یکی از my favorite anime to دنیا. حتی مامان گفت این یکی از بهترین انیمه که تا حالا دید، چون مامان عاشق انیمه هم. اسمش Full Metal Alchemist. خب این انیمه کلن براجب شعبده بازی. It's about magic, right? یه دوتا داداش به اسم Alphonse و Elric، they are kind of
They are alchemists. Alchemists, مثل یه شعبده بازی, they can do magic, right? و داستانش, یکی از این داداش به یه ذره وصل شده, روحش. یعنی بدنی نداره. بدنیش از دست داده, از دست داده. He lost his body چون میخواست یه شعبده بازی کنه. میبینی تو انیمه که مامای این دوتا داداش مرده و میخواست مامانشون به زندگی برگردونه و یه کاری میکنن و یکی از داداش فکر کنم آلفونس بدنیش از دست داده و پسر اریک دستش و یکی از پاهاش از دست داده. و داستانش میخواد they want to get their bodies back and Eric he wants to bring Alphonse's body back so چون واقعا Alphonse بدون بادان نمیتونه بخوابه, غذا نمیتونه بخوره و هیچ حسی نمیتونه, he cannot feel anything. واقعا من عاشق انیمه هستم چون تو یه فیلم تو یه سریال بعضی وقتا یه CGI استفاده میکنن و خوب نمیشه, مزخرف میشه, ولی تو یه کارتون you have to use your imagination, باید imagination شما باید استفاده کنی و این واقعا جالبه, خیلی هم خیلی دوست دارم. ولی بچه ها واقعا من قصد دارم برو این 5 تا انیمه ببینی, اگر تا حالا انیمه ندیدی بیا به من بگو بعد که دیدیشون. من هنوز انیمه دوست ندارم, من مطمئن هستم که دروغ میگی. اگر این ویدیو واقعا خوشتون اومد و دوست داری که یه ویدیو دیگه درست کنم به راجع به انیمه, واقعا من اگر ندیدی چیز نفهمیدی, من واقعا خیلی انرژی دارم واسه این ویدیوها. من تو کامنت بگید چه انیمه دوست داری, اگر من ندیدم تا حالا حتما میبینم. و آره فکر کنم یه ویدیو دیگه میخوام درست کنم, 5 تا بهترین انیمه یا 10 تا بهترین انیمه تا حالا دیدم. I'll make lots of different things because I watch a lot of anime. آره بچه ها واقعا دستتون در نکنه. لطفا یادتون نرو یه لایک واسه من بزن و سبسکرایب پایین. تا ویدیو بعدی عاشقتونم با لهجه. خدافظ.